سلیمان میناسیان یکی از قدیمی ترین و مهمترین فیلمبرداران سینمای ایران است. آخه کار فیلم یک کار به اصطلاح قشنگی نیست، کار آسونی نیست، کار فیلم خیلی مشکله. من شعر می نوشتم، شعر به زبان فارسی؟ فارسی زیاد تو تهران حکایت می نوشتم، شعرهای کوچیک ولی هر بار می نوشتم، داستان می نوشتم، تات بازی می کردم بچه ها، و شعر می نوشتم که شعرهای من خیلی زیاد در مجله چاپ شده، امریکا، اینجا، فرانسه. میناسیان نه تنها یک فیلمبردار برجسته و توانا بود، بلکه خلاقیت زیادی در ساخت ابزار و تجهیزات سینما نیز داشت. در زمانی که سینمای ایران از بسیاری از لوازم و تجهیزات فنی سینمایی محروم بود، وی نخستین کرین را در سینمای ایران استان ساخت. قبول دارید فروغ سینما رو پیش گلستان یاد گرفت؟ فروغ اصلا با گلستان سینما یاد نگرفت، فروغ اصلا خودش سینما بود، فروغ آرتیست بود. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. سلیمان میناسیان فیلم خانه سیاه هست را برای فروغ فرخزاد فیلمبرداری کرد که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سینمایی یکی از برجسته ترین آثار مستند سینمای ایران است. آره فروغ خیلی راحت بود، هیچ چیزی نداشت، هیچ نگرانی نداشت. خیلی جزامی ها در موقع بچگی جزام ندارم، به خاطر اینکه این چیزی که میگفتن شیر مادر یه چیزی توش داره که ضد میکروب جزامه. یک احساس یأس و ناامیدی تو فیلم هست نیست به نظر شما؟ اصلا نیست. یعنی شما فیلم رو مثبت امیدوارا نمیبینید؟ سایه مرگ رو فیلم نیست؟ نه، عروسی هست توش، مردم اون یادو برای خودش آواز میخونه و را میره. یه ملودرام بشه که هیچ کس اینطوری استقبال نمیکرد ازش. این حسنش اینه که از اون ژانر در اومده. فروغ پیدا نکنی اون. میناسیان پس از ادامه همکاری با گلستان در فیلم‌های مستند گنجینه‌های گوهر و تپه‌های مارلیک از استودیو گلستان جدا شد و به همراه برادرش هراند میناسیان استودیوی چاپلین فیلم را تأسیس کرد و به تولید فیلم‌های تبلیغاتی و داستانی پرداخت. باربی یه فیلمی گرفته بود از کلیسای ارامنه، یه کلیسایی هست نزدیک ماکو، سالی دو روز جمع میشن ارمنی اونجا، بعد قربانی میکنن، هر کلیسا بهش میگن. آربی همینه میگم، اون روز بهت میگفتم استعدادها و توانایی هایی هست که برابرن ولی امکاناتشو ندارن و مدیریتشو ندارن و ارتباطاتشو ندارن. آربی یکی از اونا. نورید قشنگ شده بود این فیلم، ولی یه فیش کس ندید، یعنی اگر اینا میدیدند فکر میکنم که همونقدر براش هورا میکردن که برای خشت آینه کشیدن. فقط یه مسئله هنوز برای من مطرحه و اون اینه که مثلا من چقدر فیلم گرفتم، مثلا چند صد هزار متر فیلم گرفتم، هنوز برای من مطرحه که چجوری این عکس میفته رو فیلم.